سوم تیر ماه پرزیدنت ترامپ فرمان اجرای جدیدی را امضا کرد که بر اساس آن علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، دفتر و کارکنان دفتر وی و همچنین همه مقامات رژیم که در هر نهادی توسط خامنه ای منصوب شدند تحت تحریم قرار می گیرند. طبق این فرمان از دسترسی رهبر ایران و دیگر اشخاص و نهادهای تحریم شده به سیستم مالی بین المللی جلوگیری می شود و به خزانه داری آمریکا اجازه می دهد که هر مؤسسه خارجی که آگاهانه معامله مالی قابل توجهی با نهادهایی که تحریم شدند انجام دهد تحت مجازات قرار دهد. اقدام جدید آمریکا بار دیگر امپراتوری اقتصادی تحت کنترل خامنه ای و تحریم آن را در مرکز توجه رسانه ها قرار داده است. این امپراتوری و ساختار اصلی آن یعنی ستاد اجرایی فرمان امام نزدیک به 200 میلیارد دلار برآورد می شود و در همه بخش های اقتصاد کشور مانند مسکن و ساختمان، بورس، سیستم بانکی، نفت و گاز، پتروشیمی، معدن، دارو و کشت و صنعت در داخل و در خارج از کشور فعال است. این امپراتوری خارج از نظارت مجلس و دولت است و یکی از مهمترین مافیاهای اقتصادی کشور می باشد و عملا مثل یک دولت مستقل در کشور فعالیت می کند. ستاد اجرای فرمان امام و 37 شرکت تابع آن در سال 2013 توسط دولت اوباما تحت تحریم قرار گرفتند، اما پس از سازش هسته‌ای از لیست تحریم بیرون آمدند. امیر جان آگهی رو بردم اون زیرش معلوم باشه. ستاد اجرایی و شرکت‌های تابع بار دیگر تحت تحریم قرار گرفتند و دستور اجرای جدید رئیس جمهور آمریکا اجرای این تحریم‌ها را جدی‌تر می‌کند. ستاد اجرای فرمان امام در زمان روح‌الله خمینی تأسیس شد و وظیفه‌اش مدیریت اموال و املاک بدون صاحب یا اموالی بود که طبق اصل 49 قانون اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه می باشد. در واقع رژیم میلیاردها دلار از اموال و املاک مردم، مخالفان رژیم و اقلیت‌های مذهبی به ویژه بهایان را در 4 دهه گذشته تصاحب کرده و در اختیار ولی فقیه و ستاد اجرایی قرار داده است. ستاد اجرایی فرمان امام 2 بخش کاملا مجزا دارد. یکی درآمدها و دیگری مخارج و هزینه هاست. بخش درآمدها دارای 2 بازوی اصلی است. یکی سازمان املاک و اموال است که املاک و مستغلات سرقت شده از مردم را در کنترل دارد و بازوی دیگر گروه توسعه اقتصادی تدبیر می باشد که صاحب چند هلدینگ عمله و صدها شرکت و بانک و کشت و صنعت است که در بخش‌های مختلف اقتصادی به فعالیت مشغولند. در بخش هزینه ها ستاد اجرایی بخش ناچیزی از درآمدهای خود را صرف کارهای خیریه می کند و بخش عمده درآمدهایش را برای گسترش بنیادگرای مذهبی در ایران و در خارج از ایران و همچنین حمایت از گروه‌های تروریستی و واپسگرا در خارج از کشور هزینه می‌کند. نخست به درآمدها و اموال ستاد اجرایی نگاه کنیم. بازوی اول درآمدهای این ستاد سازمان املاک و اموال است که 10,000 ملک و مستغلات مردم را صاحب شده و به سرقت اموال مردم کماکان ادامه می‌دهد. نگاهی به سایت سازمان املاک و اموال ابعاد این امپراتوری مستغلات را به نمایش می‌گذارد. هر ماه این ستاد صدها خانه و زمین مردم را که صاحب شده به حراج می‌گذارد. البته بخش مهمی از این املاک که ارزش بیشتری دارند و در نقاط مرغوب واقع شده‌اند در اختیار خودی‌ها و وابستگان مافیای ولی فقیه قرار می‌گیرند و وارد حراج عمومی نمی‌شوند. کارشناسان اقتصادی و پژوهشگرانی که اموال ستاد را بررسی کردند ارزش بخش مستغلات یعنی سازمان املاک و اموال ستاد را بین 70 تا 100 میلیارد دلار برآورد کردند. بازی دوم درآمدهای ستاد گروه توسعه اقتصادی تدبیر است که مجموعی از صدها شرکت اقتصادی است که عمدتاً در 7 هلدینگ در داخل کشور و 1 مجموعه از شرکت‌ها در خارج از کشور سازماندهی شده‌اند که در بخش‌های مختلف اقتصادی مشغول به کارند. هر کدام از این هلدینگ‌ها به نوبه خود دارای شرکت‌های بزرگ دیگری در زیر مجموعه خود هستند. مثلا به گروه توسعه انرژی تدبیر نگاه کنیم که در نفت و گاز و پتروشیمی فعالیت می‌کند. گروه توسعه انرژی تدبیر صاحب 11 شرکت اصلی است و در 10 شرکت دیگر نیز از سهامداران عمده است که مجموعه تو در تو از شرکت‌های نفت و گاز، پتروشیمی و پالایشگاه می‌باشد.
یکی از آنها شرکت توسعه نفت و گاز پرشیاست. این گزارش تصویری امضای قرارداد نفتی بین شرکت نفت با شرکت نفت و گاز پرشیا وابسته به ستاد اجرایی امام است. این قرارداد به ارزش 2,200,000,000 دلار برای توسعه میدان نفتی یاران امضا شد. به همین ترتیب ده‌ها شرکت دیگر که زیر مجموعه گروه توسعه و انرژی تدبیر هستند در همه بخش‌های نفت و گاز و پتروشیمی و پالایشگاه و فروش فرآورده‌های نفتی نقش درجه اول دارند. یکی دیگر از زیر مجموعه‌های گروه اقتصادی تدبیر شرکت دارویی برکت است که از مهمترین مافیاهای دارو در کشور می‌باشد. این شرکت 23% از بازار داروی کشور را در اختیار دارد. اگر به سایت شرکت داروی برکت نگاه کنیم با ابعاد این غول دارویی آشنا می شویم. در بخش شرکت‌های تابع نخست 7 شرکت دارویی هستند که مستقیماً به عنوان زیر مجموعه شرکت داروی برکت درج شدند. دوم گروه سرمایه گذاری البرز است که خودش نیز صاحب 10 شرکت داروی دیگر است. یعنی شرکت داروی برکت دارای 17 شرکت داروی دیگر در زیر مجموعه خود است و از طرف دیگر در 10 شرکت دیگر نیز جزو سهامداران عمده است و نقش عمده‌ای در واردات، تولید و پخش دارو در کشور دارد. شرکت توسعه و ساخت و ساز تدبیر یکی دیگر از هلدینگ‌های زیر مجموعه گروه اقتصادی تدبیر می‌باشد که صاحب 10 شرکت ساختمانی است. سرمایه‌گذاری تدبیر صاحب 10 شرکت است. با نگاهی به لیست شرکت‌های وابسته به ستاد اجرایی که توسط خزانه‌داری آمریکا تحریم شده‌اند، می‌توان با تعدادی از شرکت‌های ستاد که در خارج از ایران، در اروپا، آفریقا، خاورمیانه و آمریکای لاتین در بخش‌های مختلف اقتصادی و سرمایه‌گذاری فعالیت می‌کنند، آشنا شد. حال ببینیم این امپراتوری مالی و اقتصادی درآمدهای چند میلیارد دلار در سالش را کجا هزینه می‌کند و برای چه اهدافی خرج می‌کند. ستاد اجرایی برای فریب افکار عمومی یک سازمان ظاهرا خیریه به نام بنیاد برکت به راه انداخته است و بخش ناچیزی از درآمدهای ستاد را برای امور خیریه مثل ساخت بیمارستان یا کمک به مستمندان خرج میکند و این اقدامات را با سر و صدای فراوان در رسانه‌ها تبلیغ میکند تا بخش دیگر مخارج ستاد و درآمدهای میلیاردیش را از دید افکار عمومی پنهان کند. مثلا به این گزارش صدا و سیما در مورد تهیه جهیزیه برای زوجهای فقیر از طرف بنیاد برکت نگاه کنیم. ارسال 2000 جهیزیه اهدای رهبر معظم انقلاب به مناطق محروم کشور. حسب دستور مقام معظم رهبری 2000 دست جهیزیه رو ساماندهی کردن که امروز 300 تای اولیش ارسال شد. انشاءالله ظرف همین دو هفته آینده هم بقیهش ارسال خواهد شد. هدف ستاد اجرایی فرمان حضرت امام رحمت الله علیه از توزیع این میزان جهیزیه ترویج ازدواج آسان میان زوجهای جوان است. یکی دیگر از اقدامات مهم بنیاد برکت ساخت و راه اندازی مدارس برکت است که در هماهنگی با حوزه‌های علمیه کودکان و نوجوانان را با افکار واپسگرایانه حوزه و روحانیت آموزش می‌دهند. یکی دیگر از اقدامات بنیاد برکت ساخت صدها مسجد در کشور است که روحانیون وابسته به خامنه ای آن را اداره می کنند. بدین ترتیب هم افکار واپسگرایانه رژیم گسترش می یابند و هم پایگاه ولی فقیه قوی تر می شوند. خب جلسه ما جلسه افتتاح مراسم افتتاح 200 مسجد. اداره مسجد بعد از ساختمان مسجد خیلی مهم. اولین نقش رو در اداره مساجد بعد از اینکه الان مسجد آماده شد و تحویل مردم داده شد اینا به آیون بنیاد برکت هم عرض میکنم ندید و دست بکشید، بعدش هم باید نظارت داشته باشید. امروز میدانید خطر بزرگی که الان تهدید میکنه جوانان ما را این تبلیغات مضمومه، این کفت و زهر ماریایی که درست شده این اخیراً دیگه این چند ساله که دو سه ساله، این نمیدونم کانال تلگرام چی میگن تلگرامی و چیزهای دیگه و چیزهای دیگه. خب این چه خطر بزرگی است، در پستوی خانه های مردم هم نفوذ کردن. میخواید پاد زهرشو بدونید؟ میدونید و تبریک میگم به این بنیاد برکت مسجد. اما بخش مهم دیگری از درآمدهای ستاد برای گسترش بنیادگرایی اسلامی در خارج از ایران صرف می شود
که مهمترین آن گسترش شبکه مساجد و مدارس اسلامی وابسته به رژیم در سراسر جهان و حمایت از طلاب خارجی است. به اظهارات یکی از روحانیون افغانستانی وابسته به رژیم در مورد بذل و بخشش های خامنه‌ای در این زمینه نگاه کنیم. ما انگوش شمار بودیم. حدودی 40 نفر بیشتر طلبه افغانی در قم نبودیم. قبل از انقلاب 40 نفر بیشتر نبودیم. این 40 نفرم بسیار به مزیقه زندگی می کردیم. الان به حمدالله در حوزات علمیه قوم و مشهد و جاهای دیگه بیش از 15,000 طلبه افغانی درس می خونه. هیچ کسی هم نمیگه کجا میری. اگر کسی بیاد طرف افغانستان بگه من میرم افغانستان برای تبلیغ یک پولی هم میده و برو، حضرت آیت الله عظمای خامنه ای برایش پول میده که به زمین نمانی، این را بگیر تا تو تقویت شوی، علمای افغانی و طلاب به تو مراجعه کنه، شهریه بدی. کی کار میکنه؟ یکی از مهمترین ابزار رژیم برای گسترش افکار بنیادگرایان خود جامعه المصطفی است که نزدیک به 40,000 طلبه خارجی در شعبات خود در ایران و ده ها شعبه در دیگر کشورهای جهان دارد. بخشی از هزینه جامعه المصطفی را دولت با بودجه رسمی کشور تامین می کند و بخش دیگر و پنهان آن توسط ستاد اجرایی تامین می شود. ستاد اجرایی در عراق به ویژه در مناطق زیارتی مثل نجف و کربلا و سامره و کاظمین با خرید هتل و املاک و شرکت‌های تجاری سرمایه‌گذاری‌های کلان کرده است. این ستاد در هماهنگی با ستاد بازسازی عتبات عالیه که تحت نظارت خامنه‌ای و مدیریت سپاه قدس قرار دارد، پروژه‌های زیادی را در این مناطق و همچنین در منطقه زینبیه سوریه و دیگر مناطق شیعه نشین سوریه انجام داده یا تحت اجرا دارد. ستاد اجرایی در برگزاری راهپیمایی 40 در عراق نقش بسیار مهمی دارد و برای این پروژه سرمایه گذاری های گسترده ای انجام می دهد. رژیم برای نفوذ در منطقه ده ها گروه نظامی میلیشیا وابسته به سپاه قدس در منطقه به راه انداخته است که بخشی از بودجه آنها توسط امپراتوری مالی خامنه ای تامین می شود. به همین ترتیب شبکه گسترده رادیو تلویزیون های وابسته به رژیم در منطقه و در جهان از طرف ستاد اجرایی مورد حمایت مالی قرار می گیرند. امپراتوری اقتصادی خامنه‌ای یکی از چند مافیای بزرگ اقتصادی کشور است که اموال مردم و سرمایه های کشور را غارت می کند و درآمدهای خود را برای سرکوب مردم و گسترش بنیادگرایی اسلامی در ایران و خارج از ایران صرف می کند. سوم تیر ماه گزارش آقای دایی، گزارش دایی واقعا تکان دهنده است. آقای دایی تشکر. پرسشم اینه که آمریکایی‌ها با چم و خم این شبکه‌ها آشنایی دارن دیگه، نیست آقای دایی؟ خب بخش زیادش رو دارن، بله. یعنی در مورد کمپانی‌های از کنم 37 شرکت رو به طور مستقیم تحت تحریم قرار دادن، یه عده‌شون کشورایی بودن که خارج بودن، آلمان و جاهای دیگه، ولی بخش عمده‌اش در داخل ایران هست. خب اینا اومدن خیلی از مثلا شرکت‌هایی که وبسایت‌هاشون رو تعطیل کردن اینا، ولی دیگه آشکاره، همینا رو من از وبسایت‌های خودشون در آوردم. بعدم اینکه اینا حریصن، یعنی میرن در خارج، فقط هم نمیرن مثلا شرکت دارویی کار خودش رو بکنه، که میخوان در هزار جور فعالیت سوده دیگه هم شرکت بکنن، اگه بشه تجهیزات غیرقانونی هم خرید بکنن و اینها. خب اینا گیر میفتن. اینه که براشون خیلی دشوار بخوام پنهان بکنن. و وقتی شما میاد شرکت مادر رو تحریم میکنید، خب دیگه همه دنیا میترسن با اون کوچیکا هم برن معامله بکنن دیگه. شما وقتی بیاد 37 شرکت عمده رو اسم ببری بگی اینا تحت تحریمن، الان فقط مونده حالا صحبت این بود که تحریما رو چی اضافه بکنن، بنیاد مزدلفه و استان قدس رضوی یعنی حرم امام رضا که دو غول اقتصادی هستن که زیر نظر خامنه‌ای هستن، به هیچ کسی هم حساب پس نمیدن، میلیاردها دلار درآمد دارن. این دوتا هنوز تحریم نشدن و اینا خیلی مهمه که به اصطلاح اگه تحریم بشن آثار زیادی خواهد داشت. یه نکته هم بگم، این ستاد اجرایی و شبکه‌هاش در عراق و لبنان و سوریه و اینا خیلی دخالت دارن و این دست اینها رو خواهد بست، حتی تو آفریقا
مثلا در غنا، شما فکر کنید در غنا جهاد سازندگی در تانزانیا و غنا و برخی کشورهای آفریقایی تحت نام جهاد سازندگی دارن کار میکنن. خب وقتی این دستور اجرایی جدید رئیس جمهور آمریکا میگه هر نهادی که تحت فرمان خامنه ای تحریمه، خب میدونید تمام تشکیلات اینا رو، تمام اونجاها رو به هم خواهد زد و شبکه‌هایی که داره، یعنی خیلی وسیع، خیلی وسیع. تشکر میکنم. حق با کسانیست که میگن وقتی مذهب و سیاست به هم وصلت میکنن جهنم آغاز میشه. میانان یکی از شخصیت هایی که توی 40 سال بیشتری زجر رو عذاب رو تحمل کرده، نخستین ساعت انقلاب اسلامی تا لحظه ای که با دنیا وداع کرده به سفر جاودانگی رفت، عباس امیر انتظامه. تصویرهایی از او هست که نگاه کنید، از این شخصیتی با این هیئت و قیافه، مهندس امیر انتظام، شخصیت تحصیل کرده، چی ساخت جمهوری اسلامی؟ چی ساخت؟ این بیمارستانه. وقتی در بیمارستان بود، آگهی رو بردارید لطفا یه لحظه، آگهی رو بردارید، خوب به این تصویر نگاه کنید، با زنجیر پاش رو بستن توی بیمارستان، هم دستش رو بستن هم پاش رو با زنجیر بستن. این اتفاقات فقط در ایران اسلامی ممکنه، در هیچ جای دیگر دنیا تصور نمی کنم این همه بیرحمیش صورت گرفته باشه. پرونده سازی های علش کردن، گفتن مأمور CIA، مأمور آمریکاست، شکنجش دادن، مورد تجاوز قرار گرفته و اتفاقات خیلی بد و ناگوار دیگر که اصلا گفتنی نیست، پاره از اونها رو نمیشه دوباره بیان کرد. به هر حال فرزندان و الهام، دختر اله خانم، اله خانم همسر پیشین آقای عباس امیر انتظام که اینک در آمریکا زندگی میکنه، اله خانم در لاس وگاس و اله خانم همسر آقای امیر انتظام، دخترش در او هم در سیاتل یا لاس وگاس نمیدونم، ولی به هر حال شکایت رو اینها در واشنگتن از طریق آقای دکتر علی حریصچی به دادگاه ایالات متحده آمریکا عرضه کردن، منتظر جوابن، شکایت کردن از جمهوری اسلامی، اردشیر، انوشیروان و الهام، یعنی فرزندان عباس امیر انتظام، از ظلم و ستم و شکنجه و اتهاماتی که یا پرونده سازی هایی که سپاه ببیشه علیه پدر اونها صورت داده بود و این شکایت ها داره تر شده از روز گذشته و من تصور میکنم دادگاه سریعا به تصمیم برسه، یعنی اینها شکایت رو سریعا به جریان بندازن و بتونن به نتایجی دست پیدا بکنن. واقعا هم حق این خانواده است که بالاخره دادخواهی کنن از این همه اجحاف و ستمی که به یک آدم شد. تصویراش، آخرین تصویر آقای امیر انتظام بذارید نگاه کنید، از این جوان چی ساختن؟ چی ساخت جمهوری اسلامی؟ چی ساخت؟ خب با آقای دایی عزیز هستیم، همینانم از بازار آگهی عبور میکنیم و برمیگردیم منزل و منزل گفتگو با شماست. فقط تمنا میکنم کوتاه و مفید و مختصر در مورد امیر انتظام سخنی دارید آقای دایی؟ عرض کنم نه خیر، واقعا ایشون قربانی این شد که جمهوری اسلام خواست یک نفر رو بکنه سمبل لیبرال هایی که با آمریکا بودن و توطئه میکردن و اینا. میدونست همه این بساطی که اتهامات که در ایشون بود دروغه، البته ایشون مقاومت کرد و واقعا شایسته قدردانی و احترامه، ولی جمهوری اسلامی و همه کسانی که در جناح‌ها به خصوص اولش همین اصلاح طلبان کنونی یا خط امامیای سابق بودن که برای ایشون پرونده سازی کردن، ایشون رو کردن قربانی کردن تا این دکان ضد آمریکایی جمهوری اسلامی رو بتونن جا بندازن. در مورد شکایت داستان دیگری، حالا این خانواده‌ای که شکایت میکنن قربانیان جمهوری اسلامی، یه بخشش اینه که این دادخواهی‌ها میشه سندی برای نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی، بسیار هم مهمه و باید ادامه داد. اما در مورد دریافت غرامت نمیدونم، فکر نمیکنم خانواده امیر انتظام دنبال دریافت غرامت باشن، چون یادم میاد یکی از هموطنان از کالیفرنیا با من صحبت میکرد چندی پیش که من خانم رو گرفتن و یکی از همبستگانمون اعدام شد و اینها و من میخوام شکایت بکنم مثلا
اینا گفتن اولا خب پولی که در خارج نیست که به کسی بدن، یه سری پولا هست، حتی قربانیانی که در دادگاه‌ها به رسمیت شناخته شدن از طرف آمریکا پول نیست زیاد به اینا بدن. دوم برات بگیم پولم باشه، نمیدونم یه نفر یکی اسم نمیدونم یه آقای رفته تقاضا 1 میلیارد غرامت کرد، حالا میگیم 1 میلیارد هم شوخیه، ولی اگه قرار به این باشه که قربانیان جمهوری اسلامی به اصطلاح غرامت بخوان بدنن که همچه خبرهایی نیست، عرض کردم به اون هموطنمون از دادگاه فدرال واشنگتن اگه پیاده صف بخوان تشکیل بدن تا خود کالیفرنیا این چند میلیون ایرانی خارج کشور همه میتونن ادعای خسارت بکنن. واقعش اینه که غرامت قربانیان حکومت در ایران آزاد و آباد فردا با داشتن ایران آزاد خواهیم داد، یعنی قبل از هر چیز مردم شاد، مردم سرحال، کشور آزاد بهترین هدیه و پاسخیه به درد و رنجی که همه کشیدن. این نخسته. حالا غرامت مالیش داستان دیگریه، واقعا اونایی که اموالی از دست دادن خب باید حتما بهشون پس داده بشه، ولی واقعش اینه که وقتی ایران آزاد بشه این حکومت بره، این بزرگترین هدیه و جایزه به همه هموطنان به خصوص کسانی که زهر کشیدن. دیگر آشنایان ما رفتون به مشهد و برگشت میگفت مهمترین و رایجترین نفرین در امامزاده ها به جمهوری اسلامی است، یعنی هر زائری که وارد امامزاده میشه اول به جمهوری اسلامی نفرین میکنه. این که روحانیت چه کرد بر سر، چه آورد بر سر این مردم، روحانیت حکومتی رو میگی میگم. این آقای شماعی‌زاده هنرمند دیگه، خونه خریب از زحماتی که متحمل شد، به اوج شهرت رسید، آهنگ ساخت، شاهی جمع کرد و موفق شد یه خونه بخره برای خودش، برای خانواده خودش. فکر کنید این خونه هم دست گذاشتن میخواستن بفروشنش، و امیدوارم هیچ کسی خونه رو نخره و نمیخرن، هیچ کس نمیخره. و درود بر او، سکوت نکرد مثل بقیه، ایستاد، از حق خودش دفاع کرد، عکس خونه رو منتشر کرد، در شبکه‌های اجتماعی خبر رو داد، از مردم خواست مبادا این خونه رو خریداری بکنن. آخه چه کار کرده شماعی‌زاده؟ فساد کرده، تباهی کرده، دزدی کرده، حزب سیاسی داشته، علیه شما وارد کارزار چه میدونم کارزار و جنگ شده در جمهوری، خواننده هنرمندی بوده، آهنگسازی بوده. و به نظرم کار شماعی‌زاده خیلی تحسین برانگیز، مقاومت و ایستادگیش. 40 سال اجازه نداد این خونه رو بفروشن، هیچ کس هم حاضر نیست بخره، هیچ کس هم حاضر نیست. کاش بقیه هم این کارو میکرد، همه از حق خودشون دفاع میکرد. آفرین بر بچه های امین انتظام، آفرین بر الهام، آفرین بر اردشیر، آفرین بر انوشیروان، آفرین بر آقای علی حریصچی. به هر حال باید به شکلی دفاع کرد، آدم از حق خودش باید دفاع بکنه. حالا امین انتظام نیست که از حقش دفاع بکنه، فرزندانش که میتونن این کارو بکنن، که ما که میتونیم این کارو بکنیم. چطور دو سرمایه‌دار آمریکایی به خودشون اجازه میدن دوباره تیریتا پارسی رو به کار بگیرن که بیش از نزدیک به 2 دهه هست خودشون عنوان نماینده ملت ایران یا مردم ایران در ایالات متحده آمریکا به آمریکایی ها جا زده، 30 اندی بار سال به کاخ سفید رفته و از مجازاتش برخوردار شده. چطور ما دم نزدیم؟ از حق و خودمون دفاع نکردیم؟ آقای دایی بفرمایید، دایی که متخصص این کاره، دایی جان بفرمایید. خواهش میکنم. عرض کنم که خب این که این سرمایه دارا دنبال منفعت شونن دیگه، واقعا برایشون حقوق بشر اینا که مهم نیستش، که اینا میخوان برن یه معامله با جمهوری اسلامی بکنن، بقیهش اصلا ارزشی نداره. حالا توجیه هم درست میکنن در ظاهر، جلوگیری از جنگ نمیدونم از این حرفا، ولی واقعش این که دنبال بدبستانن. و این متاسفانه متحدین جمهوری اسلامی همین تمکنان. در مورد مطلبی که در مورد آقای شمعی داده گفتید، واقعش اینه که پیام خوبی داده که ایرانان آزاده و شریف نخرن، ولی متاسفانه خب یه قشر دزد و تمکن هم تو مملکت داریم دیگه، یعنی تو خودشون لاقل اون 5% 10% پرن. من یادمه که سالها پیش در آلمان همون اوائل یه لیستی بود از یه نزدیک 300-400 تا فرش بسیار مرغوب بین فرش‌فروشی‌های هامبورگ که مرکز فرش‌فروشی‌ها بود دست به دست میشد که این رو از ایران میخوان بفرستن، کسی میخره قیمتش 1/10 قیمت بود. چه عجیب غریب.
من از این دوستمون که تاجر درجه اول فرش بود پرسیدم موضوع چیه که اینقدر ارزونه، گفت این مال خونه مردمه که اینا که کشتن و مصادره کردنه و تاجرها هیچکی نمیخرن، یعنی صحبتی که تو تاجرها بوده هیچکی نباید دست بزنه، ولی خب این بالاخره فروش رفت، یه دوزی پیدا شد مثل خود اونا خرید. ایرانیان آزاد و شریف هیچ وقت اموال مسروقه مردم توسط این جمهوری اسلامی رو نمیان بخرن، ولی متاسفانه دوز و بی‌پرنسیب هم هست.